بپسرش نیدو می کند اما نمی شنود جواب نمی دهد. از پیش دخترش می گذرد اما به او اهمیتی نمی دهد و هم به سوی او نگاه نمی کند. آنها از اطرافیان خود به عالمی بازی های الکترونی جدا شدند. هم کلان سالان و هم خرد سالان به این مصیبت گرفتار شدند که ساعت های دراز به آن بازی می کنند. حتی آن بازی ها عقل هایشان را پوشانید که آنها خطر این بازی الکترون را درک نکرده ایستادند. و مثل بعضی بازی هایی که شرک دارد و مانند تعظیم بت ها و صلیب ها. از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند در خانه اشان چیزی که صلیب داشت نگذاشتند مگر آن را شکستند. از آن جمله بازی هایی که سحر و جادو را در بر می گرفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند از هفت گناهی که هلاک شونده پرهیز کند که آن شیر و سحر است. از آن جمله بازی هایی که صورتی برهنه دارد و یا صحنه هایی که حیا را از بین برده انسان را به فحشا دعوت می کند. الله سبحانه و تعالی می فرماید به مؤمنان بگو که چشمهای خود را از حرام بپوشند و شرمگاه خود را نگه دارند. آن برای آنها پاکتر است. الله به هر کاری که می کند آگاه است. و اینچنین این بازی ها فکر کودک را ویران کرده او را در عالم وهم و خیالی تربیه میکند. و مثل بازی های کائنات فضایی که آن اصل غیر طبیعی بوده وجود ندارد. و یکی از تأثیر منفی این بازی ها این است که به قلب کودک بدبینی و دشمنی را به وجود می آورد. و همچنین به مثل قمار در بین آنها تخم کینه را می کارد. و این بازی ها به سلامتی انسان ضرر دارد و مثل ویران شوی عصب، لرزش دست و پا، درد تخت پوش و سست شدن شنوی و بینایی و اینچنین سبب گرفتار شدن و بیماری روح می گردد. پوشیده نیست که به این بازی ها بیهوده وقت صرف می شود و پس انسان از ترک بعضی واجبات پریشان می شود. شیخ الاسلام رحم الله می گویند آن چیزی که به انسان پریشانی می آورد و اجرای آن حرام است. اما در خصوص دیگر بازی هایی که شخصان بیکار به آن مشغول می شوند و حق شریعت را ادا نمی کنند پس همه این بازی ها حرام و منع است. زیرا ما باید همه این پریشانی ها را ترک بکنیم و آن چیزهایی که به ما و شما فایده می آورد آن را قبول بکنیم و بدانیم که ما و شما از این عمر خود پرسیده می شویم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند هرگز پای های بنده از جای خیش نمی جنبد تا اینکه از چهار چیز پرسیده شود: از عمرش که در چی کار آن را سپری کرده است، از جوانیش که در کدام کار به پیری رسانده است، از مالش که آن را از کجا پیدا نموده و به کجا صرف کرده است و از علمش که به آن چی عمل کرده است.